سرخط خبرها و مهمترین ها. ارتباط طالبان با گروه های تروریستی القاعده در 15 ولایت حضور دارد. دانش: اشتباهات جامعه بین المللی سبب مشروعیت نسبی طالبان شد. مهدی آوری: تحت تاثیر قرار گرفتم، امروز روز من نبود. کرونا در افغانستان جان 52 نفر را گرفت. و همچنان در پایان، کاملا هارس رئیس جمهور جدید آمریکا می شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. وزارت خارجه می گوید 28مین گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر تداوم روابط طالبان با گروه های تروریستی بین المللی و شمول القاعده را تایید کرده است. خبرگزاری افق در اعلامیه وزارت خارجه که امروز یک شنبه 3 اسد منتشر شد، به نقل از گزارش شورای امنیت سازمان ملل آمده است که شبکه القاعده دست کم در 15 ولایت شرقی، جنوبی و جنوب شرقی افغانستان تحت حفاظت طالبان حضور دارد. همچنین القاعده شبه قاره هند در ساعات تحت تسلط طالبان در قندهار، هلمند و نیمروز فعالیت دارند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل می افزاید که طالبان در حملات اخیرشان در شمال افغانستان اعضای گروه های تروریستی آسیای مرکزی از جمله گروه جهاد اسلامی را نیز با خود همراه ساخته است. طبق این گزارش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی که با القاعده همسویی دارد و علیه دولت چین میرزمد نیز در بدخشان حضور و فعالیت دارد. وزارت خارجه گفته است که دولت افغانستان همواره بر عدم قطع روابط طالبان با گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی تاکید کرده است. این وزارت گفته است که از مستندسازی تداوم روابط طالبان با سایر گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان توسط شورای امنیت سازمان ملل قدردانی می کند و فعالیت این گروه ها در تبانی با طالبان را تهدید جدی برای منطقه و جهان می داند. وزارت خارجه گفته است که دولت افغانستان ضمن قدردانی از تلاش های نهادهای بین المللی مستقل و معتبر مبنی بر تایید عدم پایبندی طالبان به تعهدات بین المللی و توافقنامه دوحه برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی حقوق بشر و ارسال هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به منظور بررسی و پیگیری تخطی‌ها و جنایات ضد بشری طالبان تاکید می‌کند. سرور دانش: اشتباهات جامعه بین المللی سبب مشروعیت نسبی طالبان شد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که گروه طالبان با تسلط چند روزه در برخی مناطق نشان دادند که همان طالب دیروز است و هیچ تغییر در تفکر آنان به وجود نیامده است. با گزارش اسپوتنیک، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز یک شنبه 3 اسد سال 1400 در فیسبوکش نوشت: تنها تغییری که به میان آمده این است که با اشتباهات جامعه بین المللی و کشورهای دور و نزدیک این گروه مشروعیت نسبی به دست آورده و امروز خود را فاتح جنگ خیال می کند. با گفته معاون رئیس جمهور، گروه طالبان با ارتکاب جنایات جنگی و با قتل عام مردم بیگناه در شمار از مناطق کشور تسلط یافته و جنگجویان این گروه از مالستان غزنی گرفته تا اسپین بولک کندهار، غور، بادغیس و ولایات شمال کشور دست به تخریب اموال عامه و زیربناهای کشور زدند. مهدی آوری: تحت تاثیر قرار گرفتم، امروز روز من نبود. نماینده المپیک افغانستان پس از قرار گرفتن در رده آخر رقابت‌های تیراندازی صحبت کرد. با گزارش اسپوتنیک، صبح امروز مهدی آوری نخستین نماینده ورزش افغانستان در رشته نشانیزنی در متر تفنگ بادی المپیک توکیو وارد رقابت با حریفانش شد.
کرونا در افغانستان جان 52 نفر دیگر را گرفت. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت آمد در شبانه روز گذشته 414 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده و در این مدت 52 نفر دیگر جان باختند. بر اساس گزارش رسمی وزارت صحت که امروز یک شنبه 3 اسفند منتشر شده، شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 6477 نفر رسیده است. همچنین با ابتلاع 414 نفر در 24 ساعت، شمار کل بیماران کووید 19 در کشور 144285 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت، در شبانه روز گذشته 1224 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافتند. با گفته وزارت صحت آمه، موج سوم کرونا طی هفته های اخیر در افغانستان روند نزولی داشته است. پیشتر این وزارت در مورد گسترش کرونا در روزهای عید هشدار داده بود. جو بایدن بیمار است. کاملا هرس اولین رئیس جمهور زن امریکا می شود. رانی جکسون، پزشک سابق کاخ سفید، در دوره های ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ پیش بینی کرد جو بایدن رئیس جمهور کنونین کشور با یک بیماری جدی مواجه است و مجبور خواهد شد پیش از پایان دوره مسئولیتش استعفا دهد. او در یک برنامه تلویزیونی گفت بایدن با یک مشکل جدی مواجه است و وضعیت او بدتر خواهد شد. این دیگر یک آبروریزی نیست. او گیج است و گم شده به نظر می رسد. او به ندرت می تواند یک جمله پیوسته و کامل بگوید. بایدن باید یک آزمایش جامع انجام دهد و نتیجه آن را منتشر کند. گفتنی است در صورت استعفا یا مرگ رئیس جمهور امریکا، معاون اول او رئیس جمهور می شود. خبرهای جهان. برادر و خواهر ژاپنی در یک روز قهرمان المپیک شدند. یک خواهر و برادر ژاپنی در یک روز به مدال طلا دست یافته و قهرمان المپیک شدند. اوتا آبای 21 ساله در فینال زنان جودوکای فرانسوی را شکست داد و برادرش در فینال مردان ورزشکار گرجی را. این دو ورزشکار که پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان سال 2018 هم مدال طلا را برگردن آویخته بودند، به نخستین خواهر و برادر تبدیل شدند که در یک روز قهرمان المپیک می شوند. برادر و خواهر نخستین حضور خود را در بازی های المپیک پشت سر می گذاشتندند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدئوهای من را لایک نمایید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.